با بحران مالی مواجه هم دارایی های افغانستان را آزاد کنید. بخشی از نامه سرگشاده سرپرست وزارت خارجه افغانستان که چهارشنبه هفته گذشته به کنگرس آمریکا ارسال شد. حالا دو روز پس از ارسال این نامه، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به نامه وزارت خارجه کشور پاسخ داده است. توماس وست در حساب توییترش نوشته که طالبان حقایق مربوط به بحران اقتصادی افغانستان را اشتباه تفسیر کردند. وی تاکید کرده که به طالبان هشدار داده بودیم که تسلط نظامی بر قدرت و بدون مذاکره با افغان‌های دیگر سبب قطع کمک‌های غیر بشری جامعه جهانی می‌شود. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تاکید کرده است که این کشور به دیپلماسی شفاف و سریع با حکومت جدید افغانستان ادامه می‌دهد. امروز جهان خوان عظیمی است که یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود، از که نمایندگی از همه اقوام کنه، خصوصا نمایندگی از زنها که حدود 52% تعداد زنها است در افغانستان. اما امارت اسلامی بار دیگر بحران اقتصادی و بشری در کشور را ناشی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی جامعه جهانی به ویژه آمریکا می داند. امریکا و دیگران باید از این معذر استفاده سیاسی نکنند، بلکه با بحران بشری باید برخورد بشری صورت بگیرد. حقیقت امین است که افغانستان باید در همه عرصه ها و استیجه ها جای خود را داشته باشد. این در حالی است که سازمان جهانی غذا و کمیته بین المللی صلیب سرخ از سقوط اقتصاد و وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار می دهند. سال 2021 یکی از سالهای پرمصیبت در افغانستان بوده. خشکسالی در 30 سال گذشته نظیر نداشته. جنگ بیش از ماه اگست 600 هزار تن را بیجا کرده و بعد از ماه اگست افغانستان به سقوط اقتصادی روبرو بوده است. در نتیجه این بحران 23 میلیون نفر در سراسر کشور قادر به یک بشقاب غذا در یک شبانه روز نیستند. بیش از 3 ماه می شود که امریکا با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان نزدیک به 10 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده